رامیار، خواهش میکنم صحبت کنین شما. بود بر دوستان و یاران گرامی. آی رامیار صحبت صداتون رو نداریم. بود بر دوستان و یاران گرامی. نگاه بکنیم بیدیم تحصیبات چطور. امیدوارم که صدای من رو داشته باشن همه دوستان. این تصویر رو باید پست بکنم. سپاس از شما بانو نسرین، به خیلی زحمت کشیدید که این خبر رو تهیه کردید. البته این خبر رو نگفتید که از خود خبر بودید. باید نام خبر گذاری ها اما کاملا دو تا از خبرها از خبر رودست بود، تویت کردی و از خبر رودست بود که آورده میشه. در ضمن میخواستم همینجا چون شما این رو عنوان کردین، دوست داشتم که اینو یه بار دیگه بگم. دوستان عزیز، از اخباری که در خبرهای در کانال خبر رودست گذاشته میشه غافل نشین. خبرهای بسیار بسیار خوب و در جا گذاشته میشه، بسیار زحمت میکشن برای تهیه این خبرها و سریعا خبر داده، یعنی خبرهایی که داده میشه واقعا با سرعت نور اونجا بازتاب داده میشه. اینی که ازتون خواهش میکنم که حتما به کانال خبر رودست بپیوندید. باز از شما، چون خبر رودست واقعا از چندین خبرگزاری مستقیما خبرها رو داره میگیره و لحظه به لحظه همه خبرها رو در اختیار دوستان قرار میده. واقعا یک تلاش شبانه روزی هست و بسیار بسیار زحمت میکشن. امیدواریم که همان گونه که شما از این خبرها بهره میبرید، با معرفی کردن این بنگاه خبر و این کانال خبر به دوستان خودتون، افراد بیشتری رو در این گروه ها قرار بدین و دعوتشون بکنید که تلاش و رحمت و کاری که دوستان دارن انجام دن نتیجه نمونه و خبرهای مثبت و خبرهای روشن و آنچه که نیاز داریم در ایران داشته باشیم و خبرگزاری ما انجام ما و بدون هزینه و تنها با وسیله های خودشون و با یک مدیریت تکیه دارن این کارها رو انجام میدن. امیدواریم که با دیدن این خبرها و دادن پیام ها و بازخورد های مناسب بتونیم کمی این تلاش های شبانه پاسخ بدیم و بازخوردی داشته باشیم و هم تشکیل بشن و یک هم افزایی باشه و یک بری به این دوستان داده بشه بهتر و راحتتر و با خیالی آسوده کارهاشون رو پیش ببرن. با سپاس از شما بانو نسرین. خب ما این چند تا خبر رو دیدیم که خود رسانه یه روز برای همه دوستان گفته شد. خب چیزی که ما واقعا داریم در این روزها میبینیم که خبرهاشون روز به روز داره افت میکنه و اون اثرگذاریشون واقعا داره کم و کمتر میشه، در حالی که دیگه خودشون دست به کار میشن و توی توییترهاشون، شاید در شبکه‌های مجازی خودشون، به خبر پراکنی و یک کلاغ چهل کلاغ کردن میپردازن. سواد رسانه‌ای چیزی هست که ما زمانی که داریم از رسانه‌ها و این وسیله هست که شما بهش میگن رسانه، موبایل رسانه است، تلگرام یک پیام رسانه، یک اپلیکیشن، یک برنامه است که خبر رسانی میکنه برای شما. ولی در این میان واسطه ها یا مدیوم ها و این رسانه ها باید سواد بهره برداری ازش هم داشته باشیم. خوشبختانه چون در ایران بهره برندگان و باشندگان در بیشتر رسانه ها و
پیام رسان ها با داشتن اکانت های مخفی جعلی و گاهن چندین بدون تایید هویت درست حساب، بدون اینکه عواقبی پشت این باشه که شما با دروغ پراکنی بکنید، بدون اینکه شما تایید هویت بشید، شروع میکنن به خبر پراکنی و امنیت ملی کشور ما رو به هم میزنن. روانی هم جز امنیت ملی کشور مونه. خوشبختانه این بیقانونی و این ناهنجاری و این ولنگاری حتی در فضای مجازی هم ما رو رها نمی کنه. هر کجایی که ما دست میذاریم از بیقانونی و واقعا رنج میبریم. ما باید خواهان یک هنجار و قانون درستی باشیم که هویت هر کسی تایید شده باشه و اگر خبر دروغی پخش میکنه، اگر به کسی آسیب میرسونه و اگر بهره نابجایی از این رسانه ها مانند تلفن همراه، شما اگر از خطتون سوء استفاده بکنید، مزاحم دیگران بشید، تبعات قانونی داره. ما گمان میکنیم که نباید این مسائل در کشور ما وجود داشته باشه و این کار خودش رو داشته باشه. در کشورهای دیگه میبینیم که این مسائل بسیار بسیار کمتر هستن، نه اینکه نیست، وجود داره ولی کمتر هستن و قابل دسترسی هست و پیدا میشن. خیلی از فعالین حقوق بشری و خیلی چیزهای دیگه در آلمان زمانی که شروع میکنن به در یک برنامه فیسبوک این مسئله تظاهرات و اعتراض به مسئله واکسیناسیون اجباری لایو زنده میذارن، میریزن توی خونه و جایگاهی که دارن رو پیدا میکنن که در یک استودیو بوده و پیداشون میکنن. چگونه است؟ چون همه این پیام رسان ها مانند فیسبوک، تلگرام، واتساپ، نخست این تعهد رو به اون دولت و این کشوری که درونش میخوان فعالیت بکنن پروانه کار کرد میگیرن، باید این تعهدات رو بدن که در دست شما باشه. با حکم قضایی میتونن دسترسی پیدا بکنن به هویت این شخص. خیلی از دوستان گمان میکنن و اگر در ایران هر چیزی که بگن حالا وزارت اطلاعات بیکار نشسته، کسی اومده فحش بده به خامنه ای، کسی اومده فحش بده به رفسنجانی، کسی اومده فحش بده به روحانی، فلان، اینا رو بیان بگیرن. این فراپکنی و این دروغ پراکنی رو نباید تحمل بکنیم. باید این رو به شدت جلوش ایستاد و خواهان هنجارمندی فضای مجازی و ساماندهی فضای مجازی باشیم. اگر از دوستان کسی میخواد سخن بگه در این زمینه ها و تجربه خودشون رو هم به اصطلاح در مسائل تایید هویت، دروغ پراکنی در شبکه های مجازی، فضاهای رسانه ای و هر چیزی که باشه، همونه که رسانه ها مانند خبرگزاری ها اگر خبر دروغی پخش کنن در کشور خودشون، علیه کشور خودشون و چیزی که درست نباشه، باید پیامدها و تبعات اون رو بپذیرند. باید تبعات اون رو بپذیرند، پیامدهای اون رو بپذیرند. پس چرا در فضای مجازی و رسانه‌ای مانند تلگرام، واتساپ، اگر کسی کار درستی میکنه، تراسی نداره. اگر کسی اعتراضی میکنه، کسی به خاطر اعتراض کسی رو نگرفتن. اعتراض فضای مجازی و همه چیز ایجاد نمیکنه برای کسی. ما همیشه از اون سالی که اینترنت ها به اصطلاح گازوئیلی بودن و هندلی بودن، ما در فضای مجازی بودیم، همه حرف و سخنی هم زدیم، ولی هیچگاه کسی نیومد به ما گیر بده که چرا این سخن شما داخل فضا. این که بعضی فرافکنی میکنن که ما به خاطر اعتراض این کار رو کردیم، شما بیان حکمای دادگاهتون رو نشون بدیم. بیشتر هم گفتیم خیلی از فعالین سیاسی دهنگشاد ما که هم میگن آقا ما رو به خاطر فعالیت سیاسی گرفتن، بیاید حکماتون رو نشون بدید. هیچ کدومشون حاضر نیستن. هیچ کدومشون واقعا حاضر نیستن همچین کاری رو بکنن و حکم قطعی خودشون رو نشون بدن. چون بسیاری از اینا واقعا خلاف امنیت ملی رفتار کرد. زمانی که میای آمار چاهای نفت خودت و نقشه های
نفت و گاز خودتو به کشور بیگانه و به خبرنگار بیگانه میدی، خلاف امنیت ملی. موقعی که میای آمار کمبود فلان دارو رو فلان چیز رو میدی، این خلاف امنیت، واقعا درست نیست، واقعا درست نیست. ادامه ندید، بیگانه پرستی رو رها بکنید. اینا هیچگاه برای ایرانیان هیچ کاری نمی کنند مگر که ایرانیان رو بیشتر اذیت بکنند و آزار برسونند. امیدواریم که همه میهن پرستان و ایرانیان، خب دوستان میگه که صدا به خوبی نمیاد، آیا واقعا صدا به خوبی نمیاد؟ دوستان اگر در یوتیوب هستند یا در تلگرام هستند، صدا اگر به خوبی نمیاد به من بگین که بسیار. باید ما یاد بگیریم سنجه میهن پرستی کجا به کار بگیریم، چگونه استفاده بکنیم و در چه راهی باید استفاده. برخی از دوستان دارن در گروه رودست پیام میدن. خب گروه رودست الان قفل و بسته است و ما پیام های شما رو به صورت خیلی سری و رد شده میبینیم. خب نگاه بکنیم کدوم یکی از دوستان. هر کسی از دوستان میخواد سخن بگه میتونه در تلگرام در گروه ارتش رودست وارد چت لایو یا گپاوا بشه، درخواست سخن گفتن با اون نماییه که مثلا اجازه گرفتن و دست بالا بردن است بزنم، ما نمایی ایشون رو باز میکنید و ایشون میتونه سخن بگه. البته باید روی نمایی میکروفون یا گویانه دوباره کلیک بکنه. گلبانو 1358 بفرمایید صدای شما رو داشته باشیم، روی میکروفون کلیک بکنید تا صدای شما رو داشته باشیم. بفرمایید. سلام، شبتون بخیر. درود بر شما. بله من با شما موافق هستم که به بیگانگان هستن نمیشه اعتماد کرد، ولی واقعا اینقدر مسئولین ما دوست شدن، اینقدر زیاد شدن، به اینو هم نمیشه اعتماد کرد. دیگه واقعا شورش رو در آوردن. خب دزدی که هم دزدی که همه جا هست، ولی که به مسئولین نمیشه اعتماد کرد، نیاز نیست به شما به مسئولین اعتماد. مسئله وزارت اطلاعات، مسئله امنیت اطلاعات و خیلی مسائل دیگه جدای این مسئله. خوشبختانه مسئله مافیای اقتصادی در ایران هنوز قانونی نشده. بمباران رسانه‌ای بسیار زیاده و مردم ما دچار منفی نگری بسیار بسیار شدیدی هستند. تا زمانی که در ایران هستید همین مون است. اطرافیان شما این رو ضریب میدن، فامیل، خانواده، دوست، آشنا، هر کجا که پا میذارید سخن از این چیزها هست و همین خاطر این ضریب منفی رو شما بیشتر احساس میکنید و در میاد. تو جامعه میبینم آقا. بله تو جامعه میبینم. تو جامعه هر روز میبینم. خب همین مشکلات رو بدبختی. همین مشکل در همه جای دنیا هستن. شما جایی سراغ دارید که نه نیست. اینجوری نیست. چجوری هست بفهم. مثل اینجا نیست. چجوری هست. خیلی کمتره. خب شما اینو می‌دونید خیلی هر... رسمی ببین نگاه کنین، هیچ و هیچ مقام رسمی به طور قانونی، حالا من نمیخوام اسم ببرم، سیستم ماهیانه 340 میلیون حقوق نمیگیره. خب میدونید چجوریه، خیلی از مسائل دزدی ها و این پلیدی ها و مافیای اقتصادی در کشورهای قانونی شده. مانند این که شما... یه لحظه من تمام بکنم این سخن رو، در خدمت شما هستیم، شما راحت سخنتون رو بگید. برای نمونه در هلند اومدن مصرف مواد مخدر رو آزاد کردن. خب وقتی شما مصرف مواد مخدر رو آزاد بکنید، حجم این خلافای مواد مخدر و پخش و فلان، چون من زیر نظر دولت میتونه پخش بکنه، قانونی میتونن بفروشن، یه کسی نمیره از ساقی و موتوری چیزا چیز بخره، میرن این کار رو میکنن و حجم خلا
و حجم به اصطلاح دزدی رو و حجم خیلی چیزا رو میارن پایین، یعنی به صورت قانونیش میکنن. دزدی ها در همه جای دنیا هست، شوربختانه ما هم به این معترضیم. در ایران ولنگاری هست، ما الان سرمایه داری در کشور ما مثل اختاپوسی افتاده به جون مردم و بسیاری از دولت مردانی که خود مردم بهشون رأی دادن و مردم رو البته فریب دادن، نه اینکه مردم مقصر باشند، مردم رو فریب دادن و تونستن این چیزها رو به دست بیارن. و شوربختانه دوباره مردم با انتخاب نماینده ها که این بار دست خودشونه، نماینده های خودشون که دست خودشونه و شورای شهر، اومدن مافیاهایی درست کردن که به اونها هم کمک میکنه. در آخر سر میبینیم که انتخاب خود ما به خودمون برمیگرده، پس باید هوشیارانه هم این کار رو انجام بدیم، از نماینده هامون هم بخوایم که این جلوی این مافیای اقتصادی رو بگیرن و این اختاپوس اقتصادی رو پاهاش رو قطع کنن. یه شفاف سازی تو مجلس و ما توی برای این مجلس ما امیدوار بودیم که انجام بدن، شفاف سازیم نماینده ها نکردن. این که خیلی چیزه، هم کوچیک هم مهمه. اگه این شفاف سازی رو قبول میکردن، ما میفهمیدیم که دفعه بعد دیگه به کی رأی بدیم. خیلی چی دارن این بعد کار رو انجام ندارن، ولی به بسیار با شما موقعش موافقم رأی هست. رو میخوان. ولی من تصمیم گرفتم که یواش یواش میخوام تجدید نظر کنم تو رأی دادنم. دیگه برای چی رأی بده؟ آخه یه دونه آدم درست حسابی پیدا نمیشه که ما بهش رأی بدیم. خب مسئله اینه که هیچ اطمینانی نیست، اصلا هیچ اطمینانی نیست. کاری کردن که اصلا بهشون، اصلا به هر کی که میاد برای مثلا گزینه میشه، اصلا کلا بهش اطمینان نکنیم. به هیچ کس نمیشون اطمینان. شما باید بخواهید و خواسته داشته باشید. شهروند داریم، ولی شما چجوری خواسته داریم انجام بریزیم میدین؟ تو خیابون، تو خیابون نیازی نیست بریزیم تو بریزید. خیابون. نه نیازی نیست. تو خیابون ریختن چی میشه؟ اگر شما نگاه کنید نماینده هر شهری دفتری در همون شهر داره. دفتر دستکی داره، مشاور منشی داره. غیر از اون در خود مجلس هم همین رو داره. این نیست که در شهرستان داشته بود. من بارها به نتیجه های بسیار خوبی ما رسیدیم، دوستان رسیدن. اون شهروند امروزی شهروند مسئوله، یه کاری میکنه باید پیگیریش هم بکنه و خواسته هم داشته باشه. نماینده هم به رای دهن گرونی رو نمیبینن. خب مرغ مسئله کیلو نه 19 شما هزار تومن شده 23 هزار تومن. مسئله گرانی مرغ مسئله ای که شما تبعات بسیار زیادی داره. اینکه این چیزها گرون شده مسئولین هم دیدن. خب ما الان هنوز بس این چیزی که دارم به شما میگم این چیز به اصطلاح توجیه نیست، ولی دلایل بسیار زیادی وجود داره. اینکه ما مسئولینمون رو خودمون انتخاب میکنیم غیر از این که نیست. غیر از این است، یعنی شما نماینده شهر خودتون رو خودتون انتخاب میکنید، استصوابی مستصوابی هم نیست، هر کسی هم آزاده توش شرکت بکنه. اگر هم مسئله خلاقی نداشته باشه میتونه شرکت بکنه و رأی بیاره یا رأی نیاره. حالا با توجه به اینکه ببینیم این مسئله پشتیبانی مالی اونها کیه، مسئله روشن شدن و شفاف بودن مجلس، گرفتن کمک های مالی و پشتیبانی های مالی باید خواسته های ملت باشه. چون تا نماینده شفاف نباشه، چون تا نماینده شفاف از خود نمایندتون بخواید. شهروند امروز روز چگونه خواستید؟ رأی ندادن، رأی ندادن. خیلی چی ندادن؟ نه شما چگونه خواستید؟ چرا از نماینده شهر خودتون نخواستید که به این مسئله رأی بده؟ خب نگاه بکنید، مسائل قانونی باید قانونی حل از بشن. کجا بگیر بیارم؟ میگم شما نماینده شهر دارید دیگه. بگیر بیارم. شما نماینده شهر دارید. اینجا نماینده هیچ شهر دارید. تلفنی ندارم. مگه هیچ میشه؟ تلفنی مگه ندارم میشه ازش. نماینده شهر دارید؟ تلفن دارن، اگر بخواید پیدا بکنید پیدا میکنید. هر نماینده شهری خواستیم من امشب میتونم برای شما پیدا بکنم. نماینده تهران رو بدیم شمارش.
پیدا میکنم براتون میفرستم، الان که در میان برنامه زنده هستیم، در خدمتتون هستیم دوستان. اگر باشه. کسی همین الان میتونه نماینده، چون چند تا نماینده دارین داخل تهران؟ چند تا نماینده از تهران نمیدونم دارین؟ الان یادم نیستش. به گمانم 30 تا نماینده دارین داخل تهران. نه 30 تا نماینده در تهران دارین. آره بله الان یادم یه نیست. نماینده که بگین شما نامشو بگین تا ما براتون شماره رو پیدا بکنیم و بفرستیم. بفرمایید یکی یکی پیدا آقای بکنید. قالیباف بود دیگه، آقای اون که قالی از باف. همه مهمتر بود. نماینده شما قالیباف دفترشون میخواد که بهشون تماس بگیرید. خب پشتیبانی، تیم پشتیبانی تلاش بکنه که آقا شماره آقای قالی باف و شماره دفترشون آقا همینجا ما براشون بفرستیم. مثلا اینه که ما باید قانونی بیایم یه کاری انجام بدیم. مسائل قانونی رو باید قانونی حل بکنیم. با 100 نفر امضا گرفتن، 1000 نفر امضا گرفتن برای مسئله شفافیت در واقعا مسئله شفافیت در مجلس، رأی نماینده ها و خیلی چیزهای دیگه خیلی آسونه. چرا شهروندان ما اصلا مسئولیتی پس از بین شما به گمان کردی فقط رأی دادن مسئولیت شماست؟ خاصه یعنی مثل که شما بیای به یه بچت یه موبایلی بدی بعد بگی آقا من مسئولیتم همین بود تموم شد رفت. نه، شما باید این رو پشتیبانی بکنید، این رو خواسته ازش داشته باشید، براش قوانین بذارید. نماینده شهر پس از رأی دادن باید ازش بخواید. واقعا هر شهروندی وزی ما میگیم شهروند امروز روزی شهروند مسئول باید باشه. بلشون نکنین به همین آسونی. هیچ کسی در ایران به اندازه نماینده مردم و نماینده مجلس قدرت نداره در ایران. هیچ کسی. بخواین از نمایندتون. دوست بعدی گرامیمون آقای پوریا بودن، درخواست سخن گفتن دارن. در خدمت شما هستیم بانو. جناب آقای پوریا بفرمایید. صدای من رو دارید جناب پوریا؟ روی میکروفونتون کلیک بکنید بتونید سخن بگید. شماره رو برای من فرستادین؟ یکی از دوستان احتمالا براتون میفرسته. هم سایتشون رو برای من فرستادن. نرم افزارم دارن. اگر چیز بخواید میتونید در این مورد پیگیری بکنید. خیلی ممنون، میشم اگه برام بفرستی. چشم، حتما. جناب پوریا اگر میخواید سخن بگید روی میکروفون کلیک بکنید، در خدمتون باشیم. خب این مسائل قانونی که به شما گفتم واقعا هر شهروندی باید پیگیر این باشه، راهش رو پیدا بکنید. راه قانونی زیاد هست در کشورم. درسته ما ولنگاری ما همیشه به سمت منفی داره میچربه، ولی از اون سو قانون ها و به اصطلاح اون ناکارآمدی های قانونی هم که هست، هر کسی میتونه در راه درستش بهره ببره. پیگیر بشین واقعا. میگه آقا نماینده مجلس من چرا رو رأی ندادی؟ چرا که دیگران رو با خودت همراه نکردی؟ ما شما رو نماینده خودمون کردیم، نه اینکه شما برید باید برید لابیگری بکنی در مجلس، نه اینکه بی شما برید برای اطرافیان خودتون و اسپانسرها و پشتیبان های مالی خودتون تنها کار بکنید. نباید در جهت تقویت مافیاهای اقتصادی و اختاپوس‌های هشپاهای اقتصادی بیاین فعالیت بکنید. واقعا ما نماینده هامون رو بسیار دست کم گرفتیم. 50% مشکلات کشور ما از خود همین نماینده هاست. هیچ کس هم هیچ خواسته‌ای ازشون نداره، هیچ پیگیری ازشون نمیشه، هیچ بازخواستی ازشون نمیشه. چرا مردم کشور ما نباید از نماینده هاشون خواسته داشته باشن؟ چرا به جایی که بریدین تو خیابون فوش به حکومت میدین، فوش به دولت میدین، نمیرین در ساختمون همین نماینده؟ هر شهری بره جلوی در نماینده خوش به اصطلاح اون نمایندگی دفتر خود نماینده شهر باید جمع بشن. چرا اختشاش؟ چرا این همه مسائل پرت و پلا و حجم؟ واقعا بهتون میگم باید هر کسی بره آقا جلوی نماینده شهر خودش اعتراض داره بگرونی. ایشون نماینده شهر شما، 10 تا نماینده، 20 تا نماینده،
با هم دیگه جمع بشن 40 نفر رو با خودشون همراه میکنن، وزیر رو استیضاح میکنن، وزیر درست کار نکرد دادگستری رو میخوان، دادگستری باید ورود کنه تو این مسئله. خیلی مسئله راحت میشه، تنها از راه قانونمندیه. مشکل ما در ایران تنها و تنها هنجارها و قانونهاست. هر چیزی که پیدا بکنید، هر انگشت روی هر چیزی بگذارید، این دوستان که اینجا هستن در یوتیوب، در تلگرام، در یوتیوب و تلگرام، هر کدوم از دوستان مسئله ای دارن، دارن به نظر شما که مشکلی در ایران هست، بگین تا من بگم آقا مشکلش چی، از کجاست نشأت میگیره. دوستان شماره آقای دفتر آقای قالیباف هم اینجا پیدا کردن، براشون بفرستین اگر امکان داره. خب من خودم بفرستم برای بانو، شماره شخصیشون هم هستن، خیلی آسون و اصطلاح راحت دست اومدن، من الان برای شما میفرستم. چیزی که بخواید پیدا بکنید، جناب علی در خدمتون هستیم، سپس جناب باران در خدمتون باشیم. خب من اشتباهی دستم خورد. خب در خدمتون هستیم، پاینده باشید که اشتباهی دستتون خورد. اگر مشکلی در جامعه میبینید، واقعا شما چه مشکلاتی در جامعه میبینید، چه مشکلی شما رو در ایران اذیت میکنه، همین رو بگید جناب علی. چه چیزی شما رو در ایران اذیت میکنه واقعا؟ جناب باران در خدمتون هستیم. سلام، درود به شما. درود بر شما. اول خواستم من خواهشم، صدای منو خوب دارین؟ بله بله صداتون رو خوب داریم، ولی مثل همیشه کمی بریده بریده میاد. البته شرمنده نمیدونم، من همونطوری که گفتم از نسل قدیم زیاد بلد نیستم این چیزای تکنولوژیک رو و خیلی هم بهش علاقه ندارم. حالا بارها توی گروه و اینا خدمت دوستان عرض کردم. من اولا خواستم همین ابتدای کار یه عذرخواهی بکنم، اگر گاهی به دلیل کثرت مشغله نمیتونم در برنامه که شما تقاضا برای من به اصطلاح اعلانش رو میفرستید شرکت کنم، حمله بر جسارت و بیادبی نشه به دلیل کثرت مشغله. شما همیشه لطف فرمایید، این لطف فرمایید بنده رو این زمانی هم به یکی از شبندهای اونه، چون الان به گمانم صبح زود شما باشه و شب اینجاست. الان ساعت 12:25 زود به وقت کالیفرنیا. حدود 8-9 ساعت تفاوت دارید، تفاوت زمانی دارید، به همین خاطر میان روز شما میشه. بی گمانم این در این ساعت روز همه مشغول هستن و کسانی که در ینگه دنیا هستن، ما خواسته زیادی نمیخوایم ازشون داشته باشیم و اینو در نه میاریم که خواهش من، ما هر جا هستیم باید سرباز ایران زمین برای ایران کار بکنیم و نقاط ضعفمون رو در رابطه با رقابت جهانی در ایران پیدا بکنیم. یکی از ایراداتی که الان من اومدم این سرکار، ظاهرا خانوم بودن، من از ابتدا متوجه نشدم داشتن از داخل ایران میگفتن، چون من شبانه روز اخبارم از ایران هست از منابع مختلف دوستان اینا، اینه که ببینید ما مشکلات اقتصادی ایران، ما بخش عمده همونطوری که بارها من خدمتون تاکید کردم به خاطر ذهن سازی های غلط، ما بخش عمده از مشکلاتمون توسط رسانه و سیستم غربی ابری که میخوان ایجاد کنن، حالا یا توسط رسانه ها یا اساتید، کسانی که
مانند زشت کلام یک پروپاگاندیست پیش برنده اهداف غرب هستند و با بیسوادی مطلق، یا مثلا اقتصاددانانی که دچار خودباختگی ذهنی شدن، نه اینکه آدمهای بد یا خائنی باشند. مسیر چون اینها هی چون مثلا فرق هست بین سریع القلم با غنی نژاد، این دوتا شخصیتشون کاملا متفاوت است. برای اینکه اون یک پروپاگاندیست حرفه‌ای هست، ولی غنی نژاد یک نئولیبرالی هست که اقتصاد رو اگر هرم فرض بکنیم از به اصطلاح دو سوم قاعده یا یک سوم فوقانی هرم رو ول میکنن و از دو سوم یا یک سوم پایین وارد میشن، که اصلا موضوع علم اقتصاد در فلسفه سیاسی غرب چیست و اینکه مثلا اقتصاد رو به عنوان مستقل، حالا اگر یه بار چیز باشه من عرض میکنم، استقلال اقتصاد، اینکه اقتصاد مستقل هست و بازار دست نامرئی بازار، اینا که میگن دقیقاً درست برعکس این چیز هست. و این ما علت این به اصطلاح مشکلات همین یکی هم تورم، دقیقاً اصلا اون موقعی که اینها در زمان رفسنجانی پایه، یعنی پایه‌گذار رانت و لابی و فساد و اصلا دوگانگی استراتژیک در ایران، ببینید توسط جریان پروپاگاندای غربی ابری که یهو این رو دوگانه کردن و گذاشتن در برابر ایران خواهان، میهن پستان، حالا چه مذهبی، نیروهای نظامی ما چه مذهبی چه غیر مذهبی، این رو گذاشتن و این رو بولد کردن، بزرگ کردن. و بعد ببینید در همون هایی که الان همین خانوم تمام مشکل، یعنی 90% مشکلات شاید به بالا، که بعد در سمت مقابل هم مجبور به یارکشی شدن، دوگانگی استراتژیک، پایه‌گذارش تفکرات رفسنجانیستی و اصلاح طلبان قلابی غرب زده هستش. ولی بعد الان بعد همونها دوباره میان، کسانی که پایه این تورم رو گذاشتن، پایه دوگانگی و چندگانگی و ضعف ایران رو گذاشتن، وقتی که به درک واصل میشه، ببینید این ذهنیت سازی برای عامه چه تشییع جنازه بزرگی برای کسی که چند سال قبلش همه از اون متنفر بودن، با این شخصیت سازی و بت سازی چه تشییع جنازه‌ای برای اون. مثلا برای اینکه ما هنوز اصلا تعریفی از پوزیسیون و اپوزیسیون نداریم، تعریفی از واقعی از علم اقتصاد نداریم. الان این بانک های خصوصی پای گزارش همین سریع القلم و غنی نژاد به عنوان، و بعد دانش جعفری اومدن که در دولت رفسنجانی پای گزاری شد، مبنایی مطالعاتش قوانین به مرور در زمان خاتمی اومد و اینا باز شدن که اینطوری اصطلاح اساسی باعث خلق نقدینگی، فسادها. بعد مثلا عدم شفافیت رو کی پایه گذاشت؟ همینها بودن. باز مردم میان، کسانی که الان شفافیت رو میخوان رو میان به عنوان حکومت یکاسه میکنن، اونهایی که باید حداقل غربی باشن. یعنی شما یک دلار اینجا بخواید جابجا بکنید، کاملا تریس شده، ردیابی شده، کاملا رصد شده هست که چگونه هست. بعد اونجا اینا با وقاحت تمام، با قلدری تمام، با انحراف افکار که نمیدونم آی دموکراسی آزادی بیان. من یک پرسش اینجا برام پیش میاد. خواهش میکنم بفرمایید. رو بریدم. ولی کسی مانند رفسنجانی این رو پایه‌گذاری کرد، جایگاه قانون توی کشور ما کجاست؟ تا کجا باید این ولنگاری رو ما بپذیریم؟
رفسنجانی اومد و یه کاری کرد و رفت، بعدیش هم اومد یه کاری کرد و رفت. یعنی نباید این درست بشه؟ مسائل هنجارین و قانون گذاری در کشور ما اگر دچار چرخه فساد هست، این چرخه تا کجا پیش رفته؟ این چرخه داره مردم رو زیر چرخ خودش له میکنه. البته ما داریم میگیم که آقا وضعیت ایران از 80% کشورهای دنیا بهتره، ولی با این همه چرا باید ما این گونه باشیم؟ اصلا چرا ما باید وابسته به نفت باشیم؟ چرا باید هنجارهای ما این گونه، قانونهای ما این گونه باشه که هر کسی بتونه از زیرشون در بره؟ چرا کسی بتونه این همه میلیارد میلیارد پول ملت رو بگیره به جیب بزنه؟ یه آبم روش سلطان فلانی اعدام کردیم، ولی هاست پایه کار نیستن، اینا انتهای کار نیستن. واقعا تا کجا؟ واقعا تا کجا؟ هر وقت گفتیم من پاسخ بدم. مسئله هنجار و این ولنگاری قانونی برای ما مسئله است، واقعا برای ما مسئله است. الان من عرض میکنم، برای من هم بسیار مسئله هست. الان کاری که هست، چون ما ببینید، ما یک بنای بسیار غلط از سورشارژ قانون، قوانین متناقض به دلیل شکاف‌های بین بخشی در سیستم‌ها داریم که از زمان رضاشاه و قوان به اصطلاح قوانین و ساختارهای نو و جدید اینطوری رو هم تلمبار شدن. و اینها ما فقط با شفافیت مجلس که الان اگر شما همین پریروز گوش بدین، آقای قالیباف داشت صحبت میکرد، فقط شفافیت مجلس نیست، ما باید هزاران میلیون ها قانون کلان و ریز رو باید ما مطالعه بکنیم و اینها رو با نگاه جدید و با یک استراتژی ثابت و کلان واحد اینها رو بتونیم درست، که این کار رو داره انجام میشه، باید یه مقدار زمان بدیم. تازه الان کی باید این کار رو بکنه؟ الان همین الان دارم عرض میکنم، تازه الان یعنی یک هماهنگی بین بخشی در بین قوا هست که لوایح درست به مجلس ارائه بشه توسط هیئت‌های کارشناسی دولت در بدنی کارشناسی با مدیریت‌های میانی میهن‌پرست و سالم و یکسان، نه اینکه شتر گاو پلنگ هر کی چیز خودشو بزنه. ما عرض کردم یکی از بزرگترین مشکلات ما این هستش که ما اصلا جایگاه مجلس به دلیل جریان پروپاگاندیستی، اصلا نماینده‌های مجلس بسیاریشون به عنوان یک نماد سیاسی هستن، نه نماد قانونگذاری، مثل شارلاتان یا آدم شارلاتان، آدم بسیار نادان و کم جنبه و کم ظرفیت و به اصطلاح ابله، حالا مثل مطهری. خب این مثلا همین الان این خانم یا امثال بسیاری از اینا دنبال اون هستن، درسته که اون اصلا در باز، به خاطر اینکه ما تا جریان نه من اینو نمیپذیرم آگاهی تا نه واقعا نمیپذیرم. شما نگاه بکنید، من ابله خواندن جناب مطهری پاک کردن گناهش، اینها به روشنی و به زیرکی میدونن دارن چه کار میکنن. نه این گونه نیست، واقعا این گونه نیست. من نمیپذیرم همچین چیزی رو. مگر میشه کسی مانند آقای مطهری در اون جایگاه مدیریت و اون لول کاری در این اندازه نادان باشه؟ نه عزیز من، اینا نگاه میکنن به منافع اقتصادی پشتیبانهای مالی خودشون. ما اگر در کشور ما، حالا نگاه بکنید، یکی از دوستان میگه آقا شما میاید طرفداری از جمهوری اسلامی میکنید، یا اینکه به اصطلاح فرافکنی میکنید که آقا کشور ما فرمان روایانش خوبه. خب فرمان روایان، آقا شما نگاه کنید، هم حکومت مسئله سیاست های خارجی و و و و رو داره، دولت مسئله سیاست های داخلی و امور بین المللی رو داره. خب سیاست های دولت و حکومت میشه این مجموعه و این شاکله نظام.
زمانی که این قسمتش میلنگه، نگاه کنید، ما بارها داریم میگیم آقا وضعیت ایران نسبت به 80% کشورهای دنیا بهتره، وضعیت زندگی نرمال بهتره، ولی این بی ثباتی هیچ ارزشی نداره. این در حول ولا و حراس بودن در ایران هیچ ارزشی نداره. ما من میتونم معترضیم. شما که دارید میگین من نمیخوام من هنوز حرفم تموم نشده. شما که میگین این باید انجام بشه، واقعا چگونه است؟ یعنی مردم ما هی بیان میگن آقا ما شناختیم این چیزا رو، این چیزا رو میبینیم، میشناسیم و خیلی چیزای دیگه، کجا باید شکل بگیره؟ تا چند سال باید به درازا بکشه؟ آقا این نماینده های این دولت و این دوره مجلس هم میرن و میبینیم که چیزی عوض نمیشه. واقعا مردم تا کجا باید پیش برن، به کجا باید برسن که یه فکر درست حسابی و پایه‌ای و بنیادی برای قوانین ما انجام بشه؟ این مسئله است. راهکارهای روشنگران ما کجا هستند؟ کجا پاس الان اساتید دانشگاه ما که دارن درس میدن، واقعا کجان که بیان این مسئله قانونی رو و اشکالات قانون رو، راههای فرار قانونی رو و اینها رو ببندن؟ شما در دادگستری ببینید حالا یه کسی بیاد هی ما خیلی هم میگن هی رضا شاه قلدر، الان یکی نیاز، خب اینا رو شما میگین همه مردم ایران میگن آقا یکی باشه مثل رضا شاه فقط بیاد بزنه بریزه به هم هر ترتیب هر کسی که داره خلاف میکنه، چی میگه از اساسی بده؟ باید این گونه باشه دیگه. تا کی ما باید یکی رضا شاهی داشته باشیم هی بگیم آقا بگیر و ببند و بکش؟ نه، قانون رو درست بکنیم. قانون درست کردن نیاز به من مردم عادی، نیاز به تغییر نگرش من، نیاز به این چیزا نداره. واقعا مردم ما تا کجا دارن؟ آقا به نماینده شهرمون رأی میدیم برای چی؟ نمیدونم رئیس جمهور رأی میدیم برای چی؟ فقط رأی مردم رو میخرن؟ فقط رأی مردم رو میخوان برای اینکه به یک جای قدرت برسن؟ این جاهاست که باید الان حکومت وارد بشه و خیلی این مسائل رو با یک فرمان حکومتی پیش ببره. ما تا کجا باید بگیر بکش داشته باشیم که آقا الان من که میتونم، من متوجه شدم، من میتونم پاسخ بدم. من البته نمیخوام که مطهری رو یا امثال هم رو تطهیر بکنم یا بگم اینا، نه، اتفاقا ما دوچار یک سیکل معیوبی هستیم که بخش مهمی از سیکل این سیکل معیوب به خاطر جریانسازی ذهن بر روی عامه هست. عامه منظور فقط مردم کوچه بازار نیست، عامه همون مردم کوچه بازاری که میرن نماینده انتخاب کنن، اصلا نه اون نماینده میدونه جریان چیه، متأثر از جریان سازی ذهنی هست، و نه اون مردم میدونه کیو باید، اصلا موضوع چی هست. اینه که همونهایی که عامل این مشکل هستن به عنوان مدعی هم همش شمشیر انتقادشون بالاست. بعد یک مسئله دیگه این که ما سیستم سازی بسیار زمانبر، الان تازه 3-4 ماه، شما از انقلاب فرانسه تا جمهوری پنجم در زمان ژنرال دوگل ثبات به فرانسه بیاد بیش از 160 سال طول کشید. اینه که ما با این حجم عظیمی که ما در یک جهان گذر از جهان دو قطبی به تک قطبی و چند قطبی، ایران به عنوان مرکزی که تمام جریان نظم جدید جهانی، ای کتاب هانتینگتونی که خاتمی چیز کرد کامل بخونید، از ایران برمیخیزه، اون اومد در فلسفه اخلاق کتاب استراتژیک رو پاسخ داد. اینه که مثلا مطهری با حجاریان ساختاری بسیار متفاوته، ممکنه با همدیگه در یک ساختار باشن، ولی اصلا عمل کردشون اون برای خطدهی، اون یک ابلهی که خط میپذیره. حالا من برداشتم از مطهری نمونه است، الا ماشالله هستش، پزشکی های او انقدر زیاده، اینا همه شون زیرک هم.
من اصلا اینا همشون بله، زیرک اینه که کرد ما واقعا. این ساختار تازه تازه الان 3-4 ماهه که ما دچار یک تقریبا هماهنگی مقدار وحدت رویه بین بخشی، اونم نه در کلان جامعه، در یک بخشی از حکمرانی، چون حاکمیت و مردم لازم و ملزوم همن. ما این ساختار رو باید با تمعنینه، با تمعنینه و با مطالعه، چون اون استادی که شما میگین، اون استاد خودش امثال کاتوزیان هست یا امثال زیبا کلام هست که اینها اصلا خودشون یا نمیدونن یا یک عامل به یک چیزهایی هستن، اون میخواد بیاد حقوق ما رو یا مثلا اقتصاد ما رو بیاد درست بکنه. و بعد بس رضا شاه زمان اون ساختارهای بگیر و ببند بسیار قاطعیت مهمه، خوبه، ولی قاطعیتی که بر مبنای قانون باشه، چون ممکنه به همون رضا شاه هم یک آدرس غلطی امثال غنی نژاد و چیز برای اقتصاد بدن که قاطعیتش باعث نابودی ایران بشه. یعنی ما ساختار سازی تا زمانی که ایران مرکز قوی ترین پروپاگاندا و ذهنسازی تاریخ هست که اصلا با هیچ وضعیتی قابل مقایسه نبود، ما باید مبانی رو هم با تمعنینه هم با صبر و حوصله، چون ما ایران یک وضعیت خاص، من هیچ کدوم رو تطهیر نمی کنم، شما می دونید که من آدم مذهبی هم نیستم، و علت این که چون اصلا انقلاب ما گذر، ما اپوزیسیون، من در خیلی از زمین ها اپوزیسیون هستم، ولی ما باید سیستم رو بشناسیم، مملکت رو بشناسیم، جهان رو بشناسیم و بدونیم بهترین چیز چی، چگونه میتونیم برسیم به اون، به این شما کاملا صحیح میفرمایید، ولی جناب ما اون بله. سخن اینجاست که مردم ما نیاز به این ژرفای فلسفی مسائل پیچیده حکومتی و شهریاری ندارند. مردم امنیت، یعنی امنیتی که شما میخواید، امنیت در هیچ جای دنیا نیست. یک ثبات و بایستگی و پایستگی در زندگی میخوان. شما نگاه بکنید در کشورهای مثلا اروپایی یا مثلا همین آلمان، یک روند صعودی تورم وجود داره، ولی شما به این حراس نمیافتید که آیا فردا میتونم خوراک تهیه بکنم یا نه، آیا فردا من میتونم برم یه خونه یه جا اجاره بکنم یا نه، آیا فردا میتونم برم یه ماشین بخرم یا نه. درسته هزینه ها بالاست، زندگی دشواره، ولی یک ثبات اقتصادی و یک اون پایستگی و بایستگی وجود داره، و اون چی بهش میگن دقیقا، اون تعادلی که تقریبا وجود داره و نگهش میدارن، کجدار مریض هست، ولی مردم رو به حراس نمیندازه. مثل کشور ما یهو بنزین 1000 تومانی که هیچ هست در دنیا، با توجه به هزینه های وفا به دنیا که بخواید در نظر بگیرید، این هزینه ها هیچه، ولی داره شوک نمیشه، واسه شوک نمیشن. به مانند امروز روز که پس از چندین سال در کشورهای اروپایی بنزین از 1 یورو و 10 سنت رسید 1 یورو و 80 سنت، براشون بسیار شوک آور بود. چی شد؟ هیچ اتفاق آنچنانی نیفتاد. میان تعدیل میکنن. ولی در کشور ما این شوک ها رو مردم دارن میگیرن. بله، من میتونم اینه. پاسخ بدم؟ من میتونم اینجا رو روشنگری کنم؟ بله. ما علت این که شما کاملا صحیح میفرمایید، منتها ببینید شما آلمان در یک سیستمی، یک عضوی هست که به هیچ عنوان در اون سیستم اگر مثلا شاخت میاد مثلا اقتصاد چیز بکنه، یا بعدش مثلا میان به اصطلاح هلموت کول میاد، بعد همین مرکل میاد، اینا این سیستم کسی نمیخواد از
اساتیدی که پرورش داده برای این سیستم برای رقابت استراتژیک نفوذ کنه و اونجا رو تخریب کنه. در آلمان در این سیستم یا مثلا میان نروژ، مثلا همین امروز از سریال قلم فلان فلان شده شارلاتان دروغوی پروپاگاندیست خوندم در مورد نروژ. نروژ محلی از اعراب رقابت استراتژیک برای نظم جدید پسا فروپاشی نداره. کسی با نروژ نمیخواد که ذهنیت مردمش رو خراب. اینه که اونجا شما اگر کشورهای که وادادن تسلیم شدن، اصلا چیزی دیگه برای از دست دادن ندارن. اصلا تسلیم شدن نیست. اینه که ما باید بشناسیم اول در چه موقعیتی در ایران هستیم. شما میگین که آره مردم فلسفه سیاسی، اینه که ما صورت عامه باید یک رؤوس ساده رو به مردم یاد بدیم، برای اینکه اگر ما نمیخواهیم ولی توسط هزاران ساعت روزانه برنامه‌ای که علیه ایران برای نابودی ایران ساخته میشه، این رو به صورت به اصطلاح با تمام فشار دارن به مردم ما حقنه می کنن، دارن تحت فشار بمباران های ذهنی میذارن. بنابراین به مردم ما ناچار هستیم یک مبانی رو یاد بدیم که اسیر یک شالاتان خائن پروپاگاندیست پیش برنده منافع غرب مثل زیبا کلام نشه. اینا فقط زیبا کلام بله یخند جناب باران، اینا واقعا نکته اصلا اهمیتی ندارن برای ما، واقعا اهمیتی برای ما ندارن. شما نگاه بکنید این مسئله ما، کشور ما چهار تا دهن گشاد این گونه نیست. درسته اینا راهکارهای خودشون رو پیش میبرن، ولی شما نگاه بکنید در کشور ما مسئله اقتصادی ثبات نداریم. درسته ما میگیم آقا تهیه زندگی کردن آسان‌تره با توجه به کشورهای دیگه، آقا واقعا زندگی کردن آسان تره با توجه به که ما در کشور خارجی داریم میبینیم چگونه باید کار بشه، چند نفر باید کار بکنن تا بتونن خرج دو نفر رو بدن، چقدر هزینه ها سنگینه و و و و و و و نگاه بکن چه چیز ما به سامانه. من اینو بگم ما. شما نگاه بکنید. من یه کوتاه بگم اینو عرض بکنم خدمتون. ببینید فقط مسئله زیبا کلام در زمینه، ببینید یه کسی مثل زیبا کلام سریع القلم که میاد میگه ما با اسرائیل چی کار داریم و این رو حق نمی کنه، بسیاری از مردم نمیدونن اصلا در سوریه. واقعا درد ما نیست، واقعا درد مردم ما نیست. من میخوام بگم که اون شما تو کالیفرنیا هست، شما اصلا درد ما رو میکشی، شما اون برای دنیا دارید زندگی تو میکنی، اصلا چین شما اینجا جناب میدونی ما چی میکشی؟ من بهتون جواب بدم. کلام آنقدر بشه پایان بگیره، بعد شما اگر خواستید پاسخ بدید کسی از دوستان. جناب آقای محمد و آقای شفیعی بعد از اگر خواستن پاسخ بدن میکروفون باز میشه، بگذارید پایان گفتار انجام بشه سپس پاسخ میدیم. دو دقیقه بفرمایید جناب باران، دو دقیقه بفرمایید که دوستان دیگه هم بتونن سخن بگن. بفرمایید. بله من همین رو عرض میکنم. ببینید ما وقتی که کسی میاد برای ما مبنای اقتصادی رو میاد ایران رو با کره جنوبی ژاپن مقایسه میکنه و بسیاری از مردم عادی هم و سیاستمدارانمون هم و کارشناسیمون هم به عنوان که این استاد کذا و کذا هست میپذیرن، این یعنی این که ما از پایه نتونستیم اون رو بی اثر کنیم. بسیار تأثیر داره، چون تمام مشکل ما، او خانمم فرمودن در کالیفرنیا، من کارم مطالعه ایران و جهان هست و غرب هست، اصلا روزانه تحقیق میکنیم برای اینکه مسئله ایران که یک موجودیت خاص هست که با هیچ جا قابل مقایسه دوست بشه، باید اصول فکری که میخوایم وارد بشیم اول درست بشه که بدونیم کیو میخوایم، کی اصلا واقعا استاد هست، کی اصلا دلسوز هست، کی باید برای ما بر مبنای واقعیات بیاد طرح بده، طراحی کنه، قانون بگذاره،
بعد مردمی هم که میان اون نماینده رو انتخاب کنن باید یه کلیاتی داشته باشن که کیو انتخاب کنن، چون اینا مبنای شناختی شورای نگهبان به نظر من بسیار ابتر و ناقص هست و بخش عمدهش هم به خاطر پروپاگاندا است که برای ما آزادی بیان دموکراسی رو بسیار الکن و اشتباه جا انداختن و بحث به شما همین بحث دانشگاهیه. ما در میابیم این چیزها رو فادم. جناب باران، بحث شما بحث دانشگاهیه، ولی شوربختانه سخن اینجاست واقعا کجای دانشگاه های ما به سامانه. مسئله دانشگاهی که شما درست میگید، سخن شما در مسئله دانشگاهی و بنیادین درست است، ولی ما یک دانشگاه ملی هم در کشورمون نداریم. اینجاست که زمانی که دانشگاه ملی و برای مردم میهنمون نداریم، جایی که باور ملی ازش نیاد بیرون، اقتصاد و این بومداد ازش نیاد بیرون، این میشه تکلیف ما. وضعیت شبکه های تلویزیون ما هم این گونه است که هر کسی بلند میشه با عقل ناقصش بلند میشه هر چی که دلش میخواد درباره اسطوره های ایران، پهلوانان ایران، گذشتگان ایران، دهن کسی پشو باز میکنه هر سخنی که میگه، بدون اینکه براش پیامدی داشته باشه و کسی هم بهش پاسخ نمیده، و اگر کسی هم بخواد بهش پاسخ بده به شدیدترین وجه باش برخورد میشه، چون علیه دینشون میگن سخن گفتی. خب با سپاس از شما، شما رو داریم جناب آقای اسکندری، صدای شما رو داشته باشیم، بفرمایید. درود بر شما. درود بر شما. خوش روزتون خوش. من یه مدت مباحث شما رو دنبال میکنم تا اونجایی که بتونم. من از ایران سخن میگم، اینجا دیر وقت باشه چون شب از نیمه گذشته. ببینید در فارسی ما یک مسئله داره میگوید که شنوند باید عاقل باشه. این گذشتگان ما با این پدیده شایعه، اخبار دروغ، اخبار کذب، تحریف شبه واقعیت و مسائل بیشک گرفتار بودن که چه مسئله رو ضرب المثل در ایران ساخته شد که شنونده باید عاقل باشد. یعنی واقع نمیشه جلوی حرف، حالا اون زمان شاید میگفتن مردم، الان باید بگیم رسانه ها و اون چیزی که خودشون رو رسانه مینامن، در واقع خب رسانه نیستن. به نظر میرسه اینها یک رسالت های سیاسی دارن برای یک اهداف و مقاصد خاصی که بیان ذهن ها رو تغییر بدن، تأثیر گذار باشن. اگر یه مقدار به حالا به حضور رسانه برگردیم، میبینیم که به فرض انگلیسی ها یا بریتانیا یا میان در زمان جنگ جهانی دوم رادیویی را اندازی میکنن، این هنوز هست و به شدت پیگیر اخبار صدای دوستمون رو از دست دادیم. خب میکروفون رو میتونید قطع کنید، دوباره وصل بکنید. جناب شفیعی در خدمتون باشیم. الو صدا میاد؟ بله بله صداتون رو داریم. خیلی ممنون، من همین شفیعی هستم، البته از امریکا تلفن میزنم. من میگم تمام بحث شما رو گوش دادم و آقای باران و حرفاش رو گوش دادم و اون خانم از ایران که از این چیزا چیز میکنه، به قول معروف گله میکنه، همه درست. ولی یه چیزی که هیچ کس مشخص نکرده، یکی از دلایلی که توی ایران مشکل اقتصادی هست که دفعه شوک به مردم وارد میکنه، سنکشن هاست. شما فرض کن اگه تو اروپا بنزین از یک ممیز مثلا 20 یورو بشه یک ممیز 8 یورو، شوک چیز انجامش برگه هیچ کنه کشور اروپایی تو اون سنکشن شنایی که ایران هستن وجود نداره. بیشتر هزار خورده سانکشن هست، جلوی معاملات رو گرفتن. برای همین این کار رو میکنن که به ایران شوک بیارن، که مردم بریزن تو خیابون. شوک رو به چه دلیل انجام میدن؟
یه دفعه یک سانکشن بزرگ یه چیز جلوشو میگیرن، یه دفعه شوک میشه، قیمت بنزین میره بالا، قیمت گوشت و چیزی که مردم بیان تو خیابون. وقتی این همه سانکشن هست خیلی توقع زیادیه که آدم فکر کنه بتونه ثبات اقتصادی ایجاد کنه. ثبات اقتصادی ایران به این دلیل خراب شده که تا میان یه خود نفس بکشن یه دفعه سانکشن های دیگه میگه، مشکل های دیگه ایجاد میکنن. بعدم از طریق رسانه های مثل بی بی سی، من و تو که تو غرب هستن، یک عالمه داستانه عجیب غریب به مردم میدن و مردم هنوز یاد نگرفتن. زمان انقلاب 57 به بی بی سی گوش میکردن، هنوز هم به بی بی سی گوش میکنن. من نمیدونم چجوری ممکنه نفر بعد از این همه سال متوجه نشه که اگر میخوای گوش کنی به چیزای گوش کن و تو وظیفه خودته، مهم نیست چرا به مردم دروغ بگن، این وظیفه خودته که حقیقتو پیدا کنی. اگر نکردی سرت کلاه رفته، نمیتونی همه رو بذاریم روی چیز. و جمهوری اسلامی با اینکه من باش مخالفم، اصلا مسیر مذهبی خوشم نمیاد، ولی از نظر رسانی به خودش خیلی صدمه زده، هیچ کاری نکرده که مردم رو هوشیار کنه. مردم هم به بی بی سی و من و تو نمیدونم سعودی اینترنشنال گوش میدن، بعدم امریکا و اروپا